با کمال میل، بله. البته وضعیت دموکرات ها همطور که اشاره کردین بسیار روشنتر هست. به هر حال دموکرات ها به لحاظی به سمت نوعی رادیکالیسم هم گام برمیدارن. به هر حال حضور یک شخصیت بسیار رادیکال سوسیالیست، خودش رو سوسیالیست میدونه، گرایش اصلی حزب دموکرات رو هم به سمت نوعی انتقاد اجتماعی، حرکت های سوسیالیستی، خواهش های سوسیالیستی میکشونه. این به طور طبیعی تأثیری است که این جریان نوپای جوانگرا که توسط پیرمرد در واقع هدایت میشه به روی خانم کلینتون هم خواهد گذاشت و هیلاری کلینتون امروز یا فردا مثل دیروز نخواهد بود. این تاثیرش در حزب دموکرات هست. در مورد جمهوری خواهان خب قضیه فرق میکنه. جمهوری خواهان در واقع به واسطه آمدن آقای ترامپ نشون میدن که نوعی در واقع جامعه آمریکا، اون بخشی که تمایل بسیار زیادی به اوضاع و احوال جهان امروز نداره، نوعی گردش و عقب میخواد بکنه. این نکته مرکزی من هست. یعنی در واقع به عبارتی مبارزه علیه مسلمانان، مبارزه علیه مهاجران، مبارزه علیه اقلیت ها غیره و غیره چیز بسیار عجیبی است در آمریکا. این چیز عجیب ماحصل آن چیزی است که خود آمریکا این کار رو کرد. یعنی ماحصل در واقع گشایش مرزها، ماحصل حرکت سراسری دوران جهانی شدنه که دوران جهانی شدن قرارش بر این بوده که یک، دولت ها رو ضعیف کنه، قوانین ترید به اصطلاح سرمایه‌گذاری بین‌المللی رو بردار، یعنی دی رگولیشن به وجود بیاره، و سوم اینی که قرار بر این هستش که دیگران وارد مملکت ما بشن، ما وارد مملکت دیگران بشیم، یک نوع مکالمه رفت آمد به وجود بیاد که این همون در واقع دوران جهانی شدنه. دوران جهانی شدن یعنی ورود غیر در درون، پذیرش ما، پذیرش غیر در درون و پذیرش ما یعنی استقبال ما، این یعنی جهانی شدن. یعنی همونطور که شرکت های بزرگ آمریکایی به سمت آسیای دور، بنگلادش و مالزی و سنگاپور و چین میرن و سرزنی میکنن، اونها هم چه بسا روزی به سمت غرب بیاید و این پذیرش هم از سوی غرب باید باشه که در واقع ترامپ میخواهد بگوید که مرزها بسیار زیاد باز شده، گشایش بسیار زیاده، حالا باید ببندید. در واقع نوعی عکس العملی است در برابر جریان جهانی شدنی که 20 سال پیش در خود آمریکا، 25 سال پیش آغاز شد و ترامپ در واقع میخواد بگه که بیش از این ما نمیتونیم در برابر این قضیه بایستیم. از سوی دیگه نگاه بکنیم میبینیم که لاتینی هایی که از جنوب آمدن، سیاه هایی که هنوز برخی از اونها کاملا انتگر نشدن، حاضر هستن با قیمت اندک، با قیمت کمتر، با حقوق کمتری در آمریکا کار بکنن. در برابر اینها میبینیم که سفیدهایی که خودشون واقعا خودشونو بیشتر آمریکایی میدونن در برابر لاتینیایی که بعضی از اونها حتی اجازه کار هم ندارن، خب بیکارن. در واقع شما سفیدهایی میبینید که گاه به گاه بیکار هستن و لاتینیایی که میبینید کار میکنن ولی با حقوق کمتر. خب این عکس العمل در واقع عکس العملی است که یه مقداری به عبارتی طبیعی است که این عکس العمل طبیعی امکانات شورش اجتماعی، اعتراض اجتماعی، دست رد زدن به مهاجرپذیری رو در آمریکا زیاد میکنه. عین این رو در اروپا هم میبینیم که حالا فکر کنم بعدم بهش خواهیم پرداخت. خب آقای دکتر، مسئله این نوع شما اشاره میفرمایید که این بحثی است که از 25 سال پیش رشد کرده در درون آمریکا و این گرایش ها داره به وجود میاد، ولی این که یک باره یک حزبی میاد و یک فردی از بیرون از حزب میاد و خواهان رأی دادنش در درون حزب بیشتر میشه، یعنی که به هر حال کسانی با آقای ترامپ رأی دادن که اینها بیرون از این حزب نیستن. درست تشکیلات حزبی به اون مفهوم نیست که این رأی ها رو میگیره، ولی به هر حال بدنه اصلی حزب دست کم باید بگیم که اونایی که میرن رأی بدن نزدیک یک دومشون نشون دادن که به این سو هستن، در حالی که حزب جمهوری خواه وقتی خوب نگاه میکنیم از محافظه‌کاران سنتی مثل دوران آقای بوش پدر و نو محافظه‌کاران دوران بوش جوان و این شکل آقای تد کروز تی پارتی یک باره در این میان، یعنی آقای ایوانجلیست روبیو نمیتونه بیاره جذب کنه، کسی میاد که دیدگاهاش به حزب دموکرات ممکن است نزدیکتر باشد ولی در حد یک جمهوری خواهد. این رو چگونه، آیا این حرکت برای رأی آوردن به شکل پوپولیستیه که هر دستور رو داشته باشه، یا اینکه نه واقعا این گرایش رو داره ایشون؟
خب ترامپ در واقع عنصر لغزنده است که میان دو حزب میتونه حرکت بکنه. خودتون بهتر از بنده میدونید که پیش از این عضو حزب یا طرفدار حزب دموکرات بود، به حزب دموکرات کمک میکرد و غیره و غیره، این رو میدونیم. اما موضوع این است که اتفاقا میباید که کسی خارج از این منظومه همیشگی و تکراری جمهوری خواهان و مردان سیاسی که تاکنون همون دیسکورهای قبلی رو دادن و تکرار میکردن و میگفتن میباید میامد و صحبت جدیدی را بنا میکرد. ببینید در واقع درست تیپ حضورش آن قطرها از توتالیترهای بزرگ یا فاشیستهای بزرگ یا حتی به عبارتی من مطالعه کردم، من دیگه فکر کردم مثلا این مسکره چقدر شبیه، نه اینکه بخوایم مقایسه کنیم با هیتلر، ولی خیلی شبیه اون روی کار آمدن هیتلر. هیتلر هم در واقع خارج از حزب آمد و به حزب پیوست و به عبارتی از طریق اقتدارگرایی فوق العاده قوی و حس در واقع این مانور در واقع سخنرانی بسیار پرقدرتی که داشت تونست که در واقع در رأس حزب قرار بگیره، به صورت در این خارج از حزب، یه عضو دونپایی حزبی نبود و آمد خارج از حزب و چند خصوصیت داره که اتفاقا شبیه آقای ترامپ. حالا به این معنی نیست که آقای ترامپ اون اعمال رو تکرار خواهد کرد مثل هیتلر خواهد بود، ولی یکی از این هست که اصولا ترامپ انسان عصبانیه. ببین یک مرد سیاسی، یک زن سیاسی که جا افتاده است و قوانین و رسومات کار قدرت سیاسی و مجادلات سیاسی رو میدونه در آمریکا یا در اروپا، به هیچ وجه در این حوزه ها کار نمیکنه که رقیبان نزدیک خودش رو از همون حزب به سخره بگیره و اونها رو بزودن. یکی از این خصوصیت هست که درست عین این رو موسولینی و هیتلر هم داشتن از نظر نوع شخصیت. یکی دیگه اینه که اکسکلوزیون یا حذف‌پذیری درش وجود داره که این رو نه در اوباما، نه در بوش، نه در بیل کلینتون، نه در الگور، نه در ریگان، نه در هیچ کدوم از این انسان‌هایی که برای نامی گذاشتن در به اصطلاح پیکره سیاست در آمریکا نمیبینیم. این گونه حذف‌پذیری رو، یعنی حذف کردن غیر رو، حالا لاتینی ها هستن، مسلمان ها هستن، به اصطلاح کسانی هستن که در واقع اضافات جامعه قلمداد میشن، این رو در واقع ما در ترامپ میبینیم و خیلی شبیه رفتارها و کنشها و واکنشهای در واقع هیتلری هست که ما پیش از اون دیدیم. و سومین خصوصیتش که بسیار افراطیه، بسیار افراطی، نه فقط حذف‌پذیره بلکه بسیار افراطی عمل میکنه و این افراطی یعنی بر روی گروه های اندک محدودی فقط تأکید میکنه، گروه های دیگر رو به حساب نمیاره. فرض فرمایید کسانی که به هر حال پایگاه اجتماعی ترامپ رو تشکیل میدن آن بخشی هستن که نتوانستن به سادگی به راحتی وارد بازار کار بشن و لاتینی ها آمدن کار اونها رو گرفتن، همونطور که پیش از این تکرار کردم و در واقع همونطور که پیش از این گفتم هم در واقع اینها در واقع تونستن که در واقع این گروه از سفیدهای دونپایه نتوانستن در واقع بهره بری ببرن از آنچه که در دوران اوباما به اعتقاد من بسیار پربار بوده، ولی خب این گروه ها نتوانستن و طرفدار حذف‌پذیری یا تبعیضی هستن که آقای در واقع ترامپ امروز ارائه میده. آقای دکتر به یه نکته اشاره کردین، اتفاقا در این همایش هایی که ایشون داره با مردم و سخنرانی میکنه و جمعیتی رو در پی خودش میکشه، این داستان عصبانی بودن و برخورد افراطی که ایشون میکنه، میگه از بیرونش کنید، این رو بیرون کنید، مردم رو میگیرن بیرون کنید، در درون جمعیت طرفدار ایشون هم دیده میشه. یعنی اون ملاحظات این که کار رو از دست دادیم، حالا بس مخالف کسانی هستیم که کار رو آمدن از دست ما در آوردن، شاید کمتر دیده میشه تا اینکه این نوع خروش و اعتراض عصبانیت مدل، نمیخوام از کلمه لات استفاده کنم، ولی به این نوع برخورد میشه، چون خروش های اعتراضی چپ هم وجود داره، ولی این خروش اعتراضی ایشون و طرفداراش در درون جمعیت شبیه خروش های اعتراضی انقلابی و یا چپ نیست. نه خیر، در واقع به عبارتی هم که از ابتدا شروع کردیم بسیار نزدیک به تمام پوپولیست های بزرگ. خب آقای دکتر، پس به این ترتیب شما چون این داستان پوپولیسم خیلی موقع ما رو از دو سوی ماجرا میبره، یه معنایی به این رو بفرمایید و اصلا باز کنید که خود پوپولیسم در قضیه سیاست چقدر چیست، نمونه هاش اگه ممکنه چند تاشو مثال بزنید و معناش یه چند دقیقه برای ما باز کنید. خود پوپولیسم در واقع یک ترمینولوژی خیلی
معمولی در علوم سیاسی است که در واقع عبارت میشه از اون به اصطلاح گفتار یا رفتار سیاسی، یعنی یک دیسکور هست هم حرکت سیاسی است که در واقع به سوی اقشار پایین جامعه حرکت میکنه و در پوپولیست در واقع نوعی دمگوژی یا عوام‌فریبی، حالا ترجمهش همون عوام‌فریبی میشه، وجود داره که عوام‌فریبی پوپولیسم عبارت میشه از تأکید بر هیجانات و احساسات مردمی هست بیشتر تا اینکه تأکید بر استدلالات منطقی است که انسان‌ها بیاموزن چگونه سره رو از ناسره، بد رو از خوب، سیاه رو از سفید جدا بکنن. در واقع پوپولیسم یک نوع اشاره است به ایجاد هیجان و شور و شوق در میان مردم به جای تربیت عقلانی مردمان. اشاره میکنم اون صحبت خیلی جالبی که افلاطون اون زمانها میگفت، در دوران خودش میگفتش که حالا ما بخوایم یک کشتی رو برونیم، آیا میبایست که از مردمانی که تو کشتی هستن بخوایم که کدوم کشتیران، کدوم فرمانده در واقع محبوبه و مردم پسنده، یا اینکه بخوایم که ببینیم که چه کسی بهتر میتونه کشتی رو برونه، یعنی فن به سر راندن کشتی رو و هدایت کشتی رو داره، علمش رو خونده، درسش رو بلده و غیره و غیره. درست افلاطون اینجاست که به عوام فریبی که حالا اون از نقطه نظر نگاه خودش چون به دموکراسی معتقد نبود میگفتش که این دماگوژی یا عوام فریبی یا پوپولیسم به عبارتی یعنی مردم گرایی عامگرایانه بدون خرد، بدون استدلال منطقی وجود داره در دموکراسی متاسفانه. برای همین دموکراسی ها در درون خودشون، این حالا اینجا در از افلاطون میدونیم در علوم سیاسی هست که اصولا این پتانسیل گرایش به سمت فاشیست و گرایش به سمت توتالیتاریسم دارن و اتفاقا اگه باز نگاه بکنیم هیتلر در یک دوره از به اصطلاح حرکت سیاسی خودش بعد از اینکه دستگیر میشه و از زندان میاد، چون یه پوچ یک عمل کودتایی انجام داد، بعد که دستگیر میشه از زندان اون کتاب معروفش که مینویسه میاد که بیرون تاکتیک خودش رو عوض میکنه و میگوید که ما دیگه به توسط عملیات نظامی نمیتونیم قدرت رو کسب بکنیم، باید بریم تو مجلس. یعنی از امکانات حداقل دموکراسی برای ما ایجاد میکنه به نام دموکراسی باید استفاده بکنیم برای اینکه کل مجلس رو منحل بکنیم و همین کارم کرد، کل مجلس رو منحل کرد و کل اصولا نظام رو عوض کرد و رئیس جمهور رو برداشت و خودش به هر حال شد هم رئیس جمهور هم به اصطلاح فرمانده کل. و به این لحاظ در واقع این خطر در پوپولیسم وجود داره که ماحصل خود دموکراسی است، چون دموکراسی در واقع یک نوع گرایش مردم گرایی عام پسندانه وجود داره درش و این رو به مردان سیاسی و زنان سیاسی که در قدرت هستن میآموزه که عین مردم، محبوب مردم باید باشن و برای مردم بیشتر صحبت کنن. خب بیدرده مثلا نمونه های خیلی تازش به ما در ایران آقای احمدی نژاد و در ونزوئلا آقای چاوز خیلی نکات بارزش میتونن باشن یا نه؟ بله بله، حالا نگاه کنیم مثلا این همین در نزد حداقل احمدی نژاد خودمون این گرایش عصبانیت یا سرکوب و زدن تو سر مخالفین به جای مماشات و گفتگو با مخالفین این وجود داره، در حالی که اگه نگاه بکنیم در تاریخ اخیر بعد از جنگ جهانی دوم به غیر از دوران مکارتیسم که دوران در واقع ضد کمونیسم بود و میدونیم که خب دوران سیاه دور به اصطلاح آمریکا هست، بعد از اون ما کسی رو نمیبینیم اینگونه با عصبانیت و با زدودن و تبعیض به نسبت یک گروه اجتماعی پا به میدان سیاست بذاره. ببینیم مثلا دموکرات میآید علیه جمهوری خواه صحبت کنه، اما دموکرات نمیآید یک گروه اجتماعی رو بخواد حذف کنه. جمهوری خواهی هم این کار نکرد بعد از دوران مکارتیسم که بیاید و بگوید حتی در دوران ریگان یا بوش که یک گروه اجتماعی مثل سیاهان، مثل مسلمانان، مثل لاتینی ها باید حذف بشن در جامعه. به این لحاظ من بیشتر با اون ترمینولوژی و عنوان نژاد پرستی مخالفم، بلکه با تبعیض بیشتر، نه تبعیض نژادی، تبعیض اجتماعی، تبعیض نسبت به زنان، تبعیض نسبت به دیگرانی که دین و مسلک ما رو ندارن، تبعیض نسبت به کسانی که از خارج اومدن، خارجی هستن. خب درها رو باز کردن، خارجی‌ها اومدن. شما نگاه کنید دانشگاه‌های آمریکا، اکثر دانشگاه‌های آمریکا از جمله هاروارد در تمام نقاط دنیا حضور دارن، در شانگهای نماینده دانشگاه هاروارد هست. خب چه میشه اگر هاروارد اونجا نمایندگی میزنه، دانشجو میره در هاروارد میخونه، به دانشجوی چینی این به اصطلاح امکان داده میشه که 2 سال از دوران مسترش، 1 سال هم از دوران مسترش رو یا دوران پی اچ دی دکتراش رو بیا در آمریکا بگذرونه. خب این میاد در آمریکا میگذرونه، بعد از یه مدتی هم اقامت میگیره، امکان داره کارم بکنه.
خب وقت آقای ترامپ چطور با این مخالفت میکنه؟ چون ما حاصل خود این جهانی شدنه، حالا جهانی شدن در علم و صنعت، جهانی شدن در سرمایه، به هر حال این چیزیست که در واقع ترامپ باش مخالفت میکنه و به این لحاظ هستش که یه مقداری با بقیه جمهوری خواهان متفاوت هست. خب آقای دکتر، پیش از اینکه به این مسئله آقای ترامپ رو بذاریم کنار، به هر حال چون انتخابات آمریکا دو سوی ماجرا داره و هنوز یک سوش بین خانم کلینتون و آقای سندرز روشن نیست، گرچه خانم کلینتون با حمایت رهبران حزبی و بزرگان حزبی در که 722 تا رأی دارن، خود به خود یک 532 تایش رو در کیسه خودش داره، از 712 تا ببخشید 532 تایی رو در کیسه خودش داره و احتمال اینکه ایشون انتخاب بشه هست. ولی آقای سندرز همچنان محکم، نگرشتون با آقای سندرز در اینکه این تونسته این جوانان رو جذب کنه؟ برخی میگن که اینم حرکتی شبیه حرکت آقای ترامپ ولی در چپ قضیه، ولی واقعیت با این نکاتی که شما فرمودین و الان باز کردین از نظر ویژگی شخصی، خود به خود نمیره در اون طبقه بندی. میخواستم نگاهتون رو به آقای سندرز بیشتر جویا بشه. آقای سندرز نمودار یک در واقع آلترناتیو استثنایی و تاکنون نادیده در پیکره جامعه سیاسی آمریکا هست که برای نخستین بار جرأت میکند علیه سرمایه‌داری در رأس قدرت سرمایه‌داری صحبت بکنه و این بسیار اساساً عملکرد استثنایی است. یک. دوم اینکه آقای سندرز میخواهد که در آمریکا نوعی تعادلی رو ایجاد بکنه که در اروپای شمالی ایجاد شد و این نمونه‌وار بود، حتی نمونه‌وار در خود آمریکا، در خود اروپا. به این لحاظ که ما یک نوع سرمایه‌داری، حالا من تو گیوبه میگم اجتماعی داریم، سرمایه‌داری اجتماعی داریم، و اینکه سرمایه‌داری اجتماعی در اینجا با نظام فکری کینز که در واقع ولفیر رو عنوان میکنه، ولفیر، دولت ولفیر رو عنوان میکنه، که دولت میبایست که مثل آدم اسمیت نیاید و بگوید که ما کاری به اصطلاح بازار نداریم، بلکه باید که در بازار باشه، یک نوع رگولیشن یا قاعده مندی در بازار به وجود بیاره، تنظیم امور رو اندکی به دست بگیره و داروینیسم رو از اقتصاد برداره. یعنی چی؟ یعنی داروینیسم بگوید که هر کی بازوش قوی تر باشه و تندتر بدوه بیشتر میبره. خب مشکل تمام جدل بین به اصطلاح گرایش های اندکی متعادل تر با گرایش آدم اسمیتی این بوده که در واقع میگفتن حالا اگر کسی بازوی قوی و پاهای قوی نداشت و سریعا ندوید و به همون اندازه جنرالی هوشمند نبود، تکلیفش میشه؟ خب میشه یه حاشیه‌ای در جامعه. خب بعد اینو نجات داد یا نه؟ خب میدونین سرمایه‌داری افراطی نئولیبرالیسم که امروز خب فریدمن و اکول شیکاگو، مدرسه شیکاگو طرفدارش بوده و آغاز سرمایه‌داری بوده، میگفته که من کاری به اون حاشیه‌ای ندارم، حاشیه‌ای بیاید و برای خودش زندگی کنه، اگرم از بین رفت از بین ببرد، از بین برود، چون کسی که ضعیفه امکان و حق ادامه حیات نداره در این جامعه. میبینید این با این منطق در واقع کسانی مثل سندرز در واقع مخالف هستند، و نه فقط ایشون، بسیار گرایشی در اروپا هست، همین حزب سوسیالیستی که در اروپا هستند، در خود فرانسه امروز حزب سوسیالیست حاکمه و به میزان زیادی متمایل به این روند هست. دور دوم جهانی شدن که دور نخستش بسیار وحشی در واقع در به صحنه آمد و بسیار تند طرفدار نظریه هایک و طرفدار نظریه فریدمن بود، دور دومش متوجه شدن که در واقع در این دور دوم نمیتوان اینقدر وحشیانه حرکت کرد از بالا به پایین و به حوزه ها و اقشار به صلاح حاشیه‌ای جامعه توجه نکرد. به لحاظ سندرز از این نقطه نظر او هم اون اقلیت هایی که رانده می شوند به توسط ترامپ رو، او هم جذب خودش میکنه، اقلیت هایی که میخواهند اندکی از مال و مالندوزی سرمایه‌دارها از آن خودشون بکنن و یه مقداری از این کیک هم اونها به صورت تصاحب کنن. خب دکتر، چون به موضوع اروپا هم اشاره کردیم، بعد نیست از همینجا، چون شما در اروپا هم اکنون تشریف دارین، نظامی که در فرانسه است یا در سوئیس است، این رو یه مقدار بیش باز بکنید که تفاوت‌های این نظام‌های متفاوتی که در کشورهای اروپایی هست، که حالا آقای سندرز هم علاقمند است که یه مقدار آمریکا هم به نوعی گرایش از نظر اجتماعی دست که همونطوری داشته باشه، چون از نظر سازمانبندی سیاسی آمریکا نوع حکومتش رئیس جمهور است و مجلس و اینا، ولی اونها احزاب هستن و پارلمان هست و این داستان. چه چیزی این
فرانسه داره که الان خب آقای چه فرقی پیدا میکنه از این نظر که آقای اولاند در فرانسه هست، فرانسوا اولاند در اونجا هست و حزب ایشون هست، و خانم لوپن چی میگه که میخواد گرایش دست راست ایجاد کنه، سیستم این کشور فرانسه در روبرو شدن جایگزینی بین این دوتا چی کار خواهد کرد اگر احتمالاً به وجود بیاد؟ از نظر نظام‌بندی سیاسی که خب واقعاً فکر میکنم نمیتونیم وارد این مقایسه بشیم و بگیم که از نقطه نظر ساختار سیاسی هستش که لوپن یا مری لوپن یا پدرش یا گرایش‌هایی در هلند یا در سوئیس به سمت راست رفتن. ما در بسیاری موارد در واقع نظام آمریکایی رو مثل یه چیزی بین فرانسه و انگلستان میدونیم. یک فدرالیسم انگلیسی، یک تمرکزگرایی فرانسوی در خود آمریکا وجود داره. جمهوریش از فرانسه میاد، فدرالیسمش از انگلستان میاد. و حالا سیستم نظام دو حزبی است مثل انگلستان، ولی حالا شاید با آقای سندرس یه سه حزبی بشه، یا شاید آقای ترامپ سه حزبی یا چهار حزبی بشه در آینده. همونطور که در کانادا میدونی که تا مدت‌ها دو حزبی بود نظام، ولی بعد از مدتی به هر حال حزب به اصطلاح دموکراتیک جدید در واقع نیو دموکراتیک پارتی اومد سر کار و اصولا نظام شد سه حزبی. این خیلی جالبه که نظام‌ها چگونه متحول میشه. اما از نقطه نظر دیگه‌ای از دوران اتفاقا جهانی شدن، همون دورانی که آقای فرانسوا میتران در واقع اون پدر بزرگ حزب بر سر کار آمد و دو دور در واقع در فرانسه رئیس جمهور بود و بسیار محبوب بود در اون زمان. حالا مخالفین هم البته بودن، حتی جک شیراک زمانی که خب میدونیم که جک شیراک مخالف سرسخت آقای میتران بود، ولی در یک دوره کوتاه همزیستی بالاخره چون اون خیلی خودش رو طرفدار دوگل میدونست، زمانی که با میتران همزیستی کوابیتیشن بهش میگن داشت، برای دوره آخرش ازش پرسیدن در بعد از ریاست جمهوریش که بالاخره تو به کی بیشتر علاقه مند هستی، به دوگل یا به میتران؟ که آخرش میگه که من از دوگل آمدم ولی فکر کنم میتران الان ترجیح میدم. یعنی چی؟ یعنی که خود میتران هم گرایش های جهانی شدن رو پذیرفته بود، خود او هم این رو گسترش داد و در همون دوره نخستین بار بود که پدر این خانم لوپن که در واقع کسی است که الان دیگه نقش زیاد ارزنده ای نداره، مارین لوپن، در واقع او در واقع در حزب به اصطلاح جبهه ملی رو در واقع ایجاد میکنه و همگان در اون زمان معتقد بودن که این حزب جایی نخواهد داشت در صحنه سیاسی در فرانسه، ولی کم کم همین آقای میتران اشتباهش همین بود که محاسبه خیلی حساب نمیکرد روی آقای نفوذ آقای لوپن، ولی به تدریج از 5% به 20% و از 20% امروز به 40-45% نفوذ در به اصطلاح رقابت‌های سیاسی رسیده. و همین امروز من اتفاقا تفسیر سیاسی رو در به اصطلاح تلویزیون فرانسه گوش می‌دادم از سوئیس، بحث بر سر این بود که سال آینده یعنی 2017 که انتخابات میشه چه بسا که حزب همین جبهه به اصطلاح ملی که راست افراطی هست قدرت رو بگیر. حالا علتش چیه؟ چندین علت داره، خودتون میدونید در برنامه‌های متعدد بسیار گفتم. یک علتش باز اون نظریه اول من هستش که این ماحصل گشایش مرزها، ماحصل ایجاد در واقع گشایش جهانی شدن و ماحصل ایجاد اروپای متحده. ببینید اروپای متحد برای نخستین بار اون عقده روانشناسی بین آلمان و فرانسه که سالها از دوران ناپلئون اینا با هم دیگه ستیز و جنگ داشتن آلمان و فرانسه، این رو شکند و مرزها رو برداشت. برای مردان سیاسی و تئوریسین ها و کسانی که کار نظری میکنن این اقدام بسیار اقدام مهمی بود، اقدام بسیار اساسی بود. یعنی برای نخستین بار آلمانی که فرانسوی رو دوست نداشت به خاطر اون پیمان بزرگ ورسای که ماحصل جنگ جهانی اول هست و فرانسوی که متنفر بود از آلمان، چون من فرانسه بزرگ شدم میدونم که واقعا روحیه اینا چگونه بود، به هیچ وجه آلمانی رو فرانسوی دوست نداشتن، به هر حال مرزها برداشته شد و بعد از برداشتن این مرزها این دولت‌ها به هم نزدیک شدن، اما نه مردمانش. نکته درست اینجاست. و بعد از این که اگر زمانی که اتحادیه به وجود اومد باز هم مرزهای دیگه برداشته شد، مثلا مرز بین لهستان و آلمان برداشته شد. ببینید خیلی نکته مهمیه، لهستان جاییست که آلمان برای نخستین بار آلمان هیتلری به اونجا حمله کرد
و دشمن این دو مملکت دشمن همدیگه بودن. مجارستان مرزش برداشته شد. ماحصل این در عمل چیه؟ از 2000 به بعد، سال 2000، از دهه اواخر دهه 90 و اوایل 2000 ما مواجه میشیم که جوانان بیکار در لهستان، در چکسلواکی، در کشورهای دیگه اروپای شرقی که همه‌شون در واقع بسیار فقیر هستن، میان در انگلستان و در فرانسه و در آلمان دوباره کار میگردن. خب خیلی موقع‌ها اینا کار ندارن، پیدا نمیتونن بکنن، حاضر میشن به شکل غیرقانونی نصف قیمت معمول که قانونی است برای بسیار کارخانجات زیرزمینی و روزمینی کار کنن، چون برای همیشه که بازرسی وجود نداره، همیشه که دولت نمیفهمه کی غیرقانونی کی قانونیه. در آمریکا هم همینطوره، هزاران تن غیرقانونی کار میکنن. این باعث شکایت و اعتراض اتحادیه کارگری شد. بعد از مدتی همگان متوجه شدن که این اروپای شرقی ها، حالا ببینید صحبت از نژاد نیست، همینا یه نژاد دارن، اما مسئله تبعیض اجتماعی است. اونها گفتن که این اروپایی ها آمدند و نون ما رو دارن میخورن، به این لحاظی ما بیکاریم ولی اینا کار دارن، اینا نصف قیمت دارن کار میکنن و ما حقوق خودمون نداریم. ببین درست این اون نکته ای که در رابطه با شرکت های بزرگی میرفتن بنگلادش سرمایه گذاری میکردن، یا اپل که میره چین سرمایه گذاری میکنه و کارگران آمریکایی اعتراض میکنن، همون کارگرانی که امروز به درام رای میدن، همونها که دارن اعتراض میکنن، همونها رو ما میبینیم که امروز برای نخستین بار گرایش های پرولتاریایی، کارگران دونپایه، حقوق بگیران نیمه وقت، کسانی که زمین ها رو جارو میکنن، طرفدار لوپن شدن. چرا؟ برای کار اینها رو اروپای شرقی اومده برشته برده و نسبه قدم داره کار میکنه. یکی از عواملش، البته عوامل متعدد داره، اما یکی از عواملش در واقع این مسئله بسیار اساسی است که لوپن تونسته با یک دیسکورس پوپولیستی، باز همون بحث پوپولیستی، با یک نوع دمگوژی که به اصطلاح مردم گرا هست، حرفهای بزنه اتفاق خارج از مدار معمول قدرت، که بیاید عین ترامپ بیاید و چیزهایی بگوید که مردان و زنان سیاسی به طور معمول جرأت گفتن اون رو ندارن، و چون جرأت گفتن اون رو ندارن، مردمان عادی عوام پسند دونپای کارگران نیمه وقت و تمام وقت که حداقل حقوق رو میگیرن، اینها این زبان جدید رو میپسندن، میگن تو بیا کاری بکن کارستان که دیگران نتوانستن انجام بدن. خواهی دکتر، میخواستم بریم به سوی رشد بنیادگرایی در اروپا، بنیادگرایی اسلامی، چون به قدرت گرفتن حکومت و قدرتمند شدن احزاب دستراستی رو نمونهش رو مثل خانم لوپن رو اشاره فرمودی. اتفاقا در لهستان هم، چون به لهستان اشاره فرمودی، هفته گذشته بزرگترین تظاهرات در پایتخت لهستان برگزار شد. خب مردم نسبت به حکومتی که حالا در اونجا هست و گرایشایی که داره و مسئله اقتصادی اعتراضشه، ولی در کنار این مسئله چگونه است که این بنیادگرایی اسلامی در این اروپای کاملا مدرن و پیشرفته میاد و رشد میکنه؟ چه قابلیتی ایجاد میکنه این بنیادگرایی و تندروی که میتونه در بین مردم رشد کنه در اروپا؟ بله، اشارتون میدم به یک اطلاعیه‌ای که در دهه 50 ژنرال دوگل در الجزیره منتشر میکنه، دولت فرانسه، و میگوید که ای الجزیره‌ای که دوباره کار میگردیم بیاین فرانسه کار کنیم. یعنی در واقع دولت فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم که به دنبال به عبارتی نیروی کار جدید بود، از به اصطلاح، حالا به هر حال اون موقع الجزایر هنوز جزء فرانسه بود، ولی تونسی و مراکش و اینها هم به دعوت دولت فرانسه به فرانسه آمد. شما شاید باورتون نشه که ما تا همین چند وقت پیش، تا همین 10-15 سال پیش، اگر یک مراکشی یا الجزایری میخواست بر طبق قانون و بر طبق دین خودش 4 زن بیاره از الجزایر برای خودش، میتونست بیاره بر طبق قوانین خودش که دولت فرانسه این رو قبول کرده بود که تونه یک الجزایری بیاد کار بکنه، در ضمن میتونه خانوادهش هم بیاره و میتونه اگر 4 زن هست 4 زن هم بیاره. شما ببینید این اقدام از طرف خود اروپا شروع شد، یعنی خود اروپا میخواست که اینا بیان اینجا، متأسفانه در زمانی که اروپا نیازمند نیروی کار بود
و نیازمند ساختن مجدد شهرها و کارخانجاتش بود. درست صنعت میباید که با این نیروی کار دوباره جان میگرفت، روبوتیسم اون زمان نبود و غیره و غیره. حالا اینا زمانی که آمدن، کودکان و بچه های اینا قرآن میخونن، خب انجیل که نمیخونن. اینا تو خیابان اسمشون محمد و علی و حالا علی کمتر چون شیعه کمتر هستن، محمد و عمر و اینا هستن. و زمانی که اینا بزرگ میشن، 20 ساله میشن، میرن در خانه، در خانواده میبینن که خب اینا احوالاتشون با کسانی که در مدرسه هستن، در خیابون هستن، خیلی تفاوت داره. و نوعی مقاومت نسبت به آنچه که در بیرون دیده میشه در درون به وجود میاد. از لحاظ روحی روانی هم همینطور این مقاومت وجود داره. مقاومت برای اینکه فرانسوی بشن یا ترکایی که به آلمان میومدن آلمانی بشن، یا پاکستانی‌ها و هندی‌هایی که به انگلستان میومدن، هر کدوم این کشورها گروه‌های متعددی که مربوط به گذشته‌شون هست رو به عنوان گروه‌های مهاجری در درون خودشون در بعد از جنگ پذیرفتن. ولی بعد از سال‌ها، بعد چند دهه، 3 دهه، 4 دهه بعد از دوران جنگ، حالا میخوان اونها رو برگردونن کشور خودشون، برنمیگردن. من بارها دیدم همکلاسی خودم رو در فرانسه که میگفتن من کجا دارم برم، من برگردم الجزیره که الجزایری نیستم، به زور عرب صحبت میکنم، فرانسه بمونم، قیافم مثل فرانسویان نیست، اسمم هم محمده، چه کار کنم، کجا برم؟ و برمان در واقع میمونه در فرانسه و میمونه در فرانسه و شعار ضد در واقع تسلط اروپا رو میده. بسیاری از اینا متنفرن از فرانسه، من میتونم این رو به حد بگم، بسیاری از اونا متنفرن از فرانسه، ولی خب مجبورن در فرانسه بمونن و مجبورن کار بده کنن، و اگه بخوان کار بده کنن مجبور هستن که به قوانین موجود تن بدن. و به هر حال برخی از اینها در واقع وارد بازار کار میشن، حتی برخی اسمشون عوض میکنن. اما بعد از یه مدتی چون تربیت خانوادگیشون متفاوت بوده با اون چیزی که فرانسه بیرون، فرانسه دوران کار، فرانسه بعد از دانشگاه بهشون میگه، باز هم امکان داره بعضی از اونا سر به شورش بزنن و اعتراض بکنن. آیا به همین مسئله است که اینا وارد داعش میشن و جذب داعش میشن، از بلژیک و فرانسه و این کشورها حرکت میکنن، میرن چه در سوریه و چه در عراق وارد داعش میشن؟ یعنی اون بخش جذب نشدن در فرهنگ غربی است بیشتر عامل اصلی میشه، یا اون بخش درونی اینکه بنده مثلا مسلمان هستم و مسلمان جهاد در برابر غرب رو گفته و اینجور، این گرایش‌های درونی اسلامی شون است، کدوم بیشتر در این توازن کمک میکنه که برن به سوی داعش؟ به واقع هم در درون و هم در بیرون. و یک عامل سوم هم بعد اضافه کرد، اینکه یک بار ژیسکار دستان میگفت، میگفت اگه جوان 20 سال اعتراض نکنه جوان نیست. و جامعه فرانسه میبایست که این گشایش رو، این التفات رو داشته باشه به جوان، حالا صحبت از اصلا اسلام و غیره نیست، به جوان این امکان اعتراض رو بده. و با داعشیان هم که نگاه کنیم بیشتر حدود 25 و 30 27 تا 8 هستن. یک جنبه قوی در این ماجرای اسلامگرایی رادیکال هست این هستش که جوانان به این ماجرا میپیوندن و جوان میخواد اعتراض کنه. حالا برگردیم 30 سال پیش، 40 سال پیش، همین جوانان کمونیست بودن، همین جوانان کمونیست بودن، در اطراف خیابان سوربن، دانشگاه سوربن جمع میشدن، اعتراض دهه 60-69 یادتونه، خاطرتون هست، شنفتین یا بودین و میدونیم که همین جوانان معترض بودن. و همین جوانان بسیاری از فرانسوی ها هستن که به هیچ وجه ریشه اسلامی، دینی، خاورمیانه‌ای، شمال آفریقایی ندارن و به داعش پیوستن. یک جنبه اعتراضی است نسبت به جامعه، یک جنبه اعتراضی است که اتفاقا من فکر کنم ساندرز در آمریکا اینها رو داره جذب میکنه. اینو باید توجه داشته باشی، این بله. بخش رو داره ساندرز در واقع به عبارت جذب میکنه برای اینکه به اونها نپیوندن، چون اون جنبه در واقع اون بخش اعتراضگر جوان به دنبال یک ایدئولوژی رهاگر میگرده. اگر این ایدئولوژی رو در نزد کمونیستا 40 سال پیش پیدا میکرد که رفته، اگه امروز پیدا نکنه به سمت گروه‌های افراطی چه براست، چه بسا بره. خب آقای دکتر، امروز من به یعنی روز گذشته ببخشید به یک مقاله در اکونومیست نگاه میکردم، یک پرسشی رو مطرح میکنه در مورد آیا دموکراسی، در واقع تیترش اینجوری به شما القا میکنه که آیا اصلا در زبان عربی ما دموکراسی داریم، و بعد باز میکنه این بهار عربی رو که تازه میگه که از گفتگوی با مردمی که در از تونس گرفته تا لیبی و دیگر کشورها، میگه که اینها رفتن انقلاب بکنن
و در واقع اون میخواستن حاصل انقلاب رو به کشورشون در بهار عربی برگردونن، ولی در اصل چیزی رو بر نگردونن. حتی تونسی ها میگن ما که به راحت تری دوران این گذر رو داشتیم و تونستن تونسی ها به راحت تر و با کشته کمتری از این سو یه دوران پیش به دوران بعد، ولی در تمام این کشورهای عربی میگه خانواده های دزدار رو با هم جابجا کردیم. یعنی خانواده های فاسد دزد دیگری که داشتیم حالا اسمای دیگه ای دارن. این خانواده های دزد مردم میگه تنها چیزی که مشکل شد نه به آزادی که میخواستیم رسیدیم نه به خواسته ها و عدالت اجتماعی، فقط خانواده های دزد داره. بعد نویسنده میپرسه آیا واقعا کلمه دموکراسی در این فرهنگ در واقع وجود داره که دنبالش هستن، یا فقط اونها دنبال انقلاب هستن و آزادی؟ مثلا دموکراسی چیزی است دیگه. خب مگه شما فکر می‌کنید که دموکراسی در مسیحیت وجود داشته قبل از لوتر؟ در دوران که در واقع پروتستانتیسم به وجود اومد، لوتر آمد و گفتش که من خودم مستقل از پاپ و مستقل از کلیسا ارتباط با خدای خودم میگیرم بدون گذر از هیچ گونه به اصطلاح کانال بینابینی که کلیسای من باشه. این رو لوتر از درون مسیحیت به وجود آورد و نمیتونیم بگیم که در واقع روم مسیحی بود. هزار سال به اصطلاح تسلط افراطی مسیحیت در غرب محصرش دموکراسی نمیتونست باشه اگر همونطوری ادامه بده میکرد. پایان کلام این، یعنی چیزی که میخوام بگم این هستش که همه ایدئولوژی ها و دین ها و مسلک ها بنا به ضرورت های اجتماعی و فشار اجتماعی و تحول امور و تحول تاریخی تغییر بده میکنن. یعنی هیچ چیزی، من به واقع به این معتقدم، یک ذات تغییر ناپذیر در واقع در این ماجرا وجود نداره. درسته که اسلام یعنی امر قدسی، ولی مسیحیت یعنی امر قدسی. اونم اگر کسانی بیایند با زرنگی و با هوشی اون رو منطبق بکنن با اوضاع احوال امروز، میتونه از درون اونم نوعی گشایش اجتماعی به وجود بیاره. شما اسمش هر چی میخواین بذارین، دموکراسی یا چیزی شبیه اون. ما میخوایم تحمل پذیری به جای خشونت به وجود بیاد و دیالوگ به جای کشتن دیگری به وجود بیاد. اگه این به وجود بیاد در واقع یک گام جلو رفتیم. نمونه ها و جوانه های این رو امروز در میون برخی گرایش های اسلامی من میبینم. یک نکته. نکته دوم در مورد تونس هست. من فکر میکنم یه مقداری شاید قلوف کرده این مقاله واشنگتن اکانومیست. یعنی در واقع در درون جنبش بهار عربی یک گرایش اسلامی پرقدرت نداشته، یعنی نمیتونیم بگیم وجود داشته. اگر به تاریخش نگاه بکنیم، من اشارم به 2011 است، یعنی 5-6 سال پیش زمانی که شروع شد که من در درونش بسیار بسیار در اون دوران بسیار دنبال میکردم و میتونیم بگیم که هیچ گونه گرایشی بعد از اینکه در واقع حتی اوایل جنبش اجتماعی در حتی سوریه هیچ گونه شعاری که مبناش برای ایجاد یک جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی بشه در این جنبش وجود نداشت. اصلا یکی از بزرگترین خلق‌های تاریخ در این دوره. یعنی اگه توجه بکنیم به اون دوره انصافانه نگاه بکنیم، درسته که ورق برگشت چون دخالت بود، چون ضعیف بود این جنبش، رهبری نداشت، سازمان قدرتمند نداشت، ایدئولوژی راهنما نداشت، برنامه سیاسی نداشت. یعنی 4 تا بزرگی که اون زمان من در مقالات دیگه ای تحلیل کردم، نه سازمان مستحکمی داشت، نه رهبری روشنی داشت، نه ایدئولوژی راهنمایی داشت و نه برنامه‌ای که بگه باید من چه میخوام. اما خود جنبش در حرکت اولیه خودش به هیچ وجه طرفدار حکومت اسلامی نبود. من حتی اون زمان خاطرم هست که صحبت از این بود که این جنبش نشون دهنده سقوط اسلام سیاسی است بعد از جمهوری اسلامی. و خب حالا برگشت ماجرا، چون به هر حال برگشت ماجرا به این شکل که سوریه، خاطرتون باشه در ابتدای کار تمام پیکره این جنبش اساسا روستایی بود، به هیچ وجه در شهر نبود. در شهر یک سری انتخابات انجام شد در ابتدای کار در سوریه، در دمشق، و ماجرا در شهر خاتمه پیدا کرد. طبقه متوسط سازش کرد با اسد. بعد از اون بود که در روستاها منظورم در شهرک‌های کوچک هستش که جمعیت‌های غیر شهری به گرد هم جمع شدن، تظاهراتی بسیار گسترده و ممتد بدون هیچ گونه گرایشی به اسلحه و به خشونت در این جنبش‌ها وجود داشت. مدت‌های بسیار زیادی، حتی من اون زمان یه مقاله نوشتم در گویاب چاپ شده بود که عبارت از این بود که چه شگفتی بزرگی که یک جنبش سیاسی غیر شهری
غیر شهری وجود داره در سوریه بدون اینکه هیچ گونه رنگ خشونت رو به خودش ببینه. ببینید این خیلی شگفت‌آوره. بنابراین اگر به واقع اون زمان رو دنبال بکنیم می‌بینیم که در اون زمان نه خشونت وجود داره در این جنبش ها، نه اینکه شعار اصلی این جنبش حتی در مصر اون اوایل به هیچ وجه حکومت دینی نبود. حالا دینگرایان بودن، دینگرایان بودن به همون شکل سکولارها بودن، اما در واقع این من فکر کنم این مقاله یه مقداری به اصطلاح قلوف کرده باشه و از هر گونه ایدئولوژی در دورانی چه بسا بتوان در واقع یک نوع رفرمی رو به این جنبش، به این تفکر، به این ایدئولوژی تحمیل کرد. این رو زمانه تحمیل میکنه از یک سو، از سوی دیگر این رو هم ماها تحمیل میکنیم، یعنی کسانی که مخالف هستیم و به اونها رو میخوایم برای دیالوگ، برای گفتگو و برای بحث تا قانعشون بکنیم که اندکی از دکمه ایدئولوژی خودشون در واقع بیان پایین. و این متحقق شده، بسیاری از اسلامگرایان امروز به دموکراسی در واقع معتقد. البته دکتر این مقاله اشارهش دقیقاً مسئله اسلام نیست، میگه جمع این بافت جامعه بیشتر به این سو حرکت کرده. تونس اتفاقا خیلی چیز کرده، خیلی هم دوست داشته که بگه که تونس در 2011 مسیری رو طی کرد که بقیه کشورها نتوانستن. نه. خب طبیعی در مصر دیدیم که چگونه خانم اسلامی قدرت گرفت، در سوریه هم بشار اسد و یارانش چگونه ماجرا رو به خاک و خون کشته. ولی در پایان 3 دقیقه به بایان وقت برنامه داریم، به یک نکته اشاره کنم. در زندگی سیاسی یا اجتماعی هزار تا اتفاق میفته که آدم نمیدونه داره به کدوم طرف حرکت میکنه. آقای اوباما امروز میبینم که نیویورک تایمز نوشته که آقای اوباما آمده بود که رئیس جمهور دوران صلح باشه، در 2009 جایزه صلح هم گرفته، خودش هم گفت به جنگ ها پایان میده. ولی در طول تاریخ آمریکا هیچ رئیس جمهوری 8 سال رئیس جمهور جنگ نبوده، یعنی در دوران ایشون کاملا جنگ وجود داشته و در پایان دورش هم هیچ جنگی به پایان نمیرسه، ضمن اینکه به یه نوعی گرفتار سوریه هم شدن غیر مستقیم با حالا حمله هوایی و هر چیزی. در کارنامهش رئیس چیزی که فکرش نمیکرد به عنوان رئیس جمهور جنگ با همراه خواهد داشت. میخواستم در 2 دقیقه نظرتون رو در مورد این ماجرا بفرمایید. من نظرم نسبت به آقای اوباما خیلی منفی نیست در واقع، به عبارتی نه به خاطر رفرم‌های بزرگی که در اقتصاد ایجاد کرد و مواجه شد با شهامت بسیار زیادی، البته خب خیلی سخته با بحران مالی 2008 که میدونی خب شاید برخی به اون انتقاد میکنن که بیشتر بانک ها کمک کرد، اما به هر حال تونست که این ماجرای بسیار بسیار سختی که برخی میگفتن این آغاز سقوط حتمی سرمایه‌داری آمریکا هست، بحران مالی 2008، تونست یه مقداری پاسخگو باشه تا یه مقدار قضیه رو کنترل بکنه. یادمون باشه که ما در یک نظام سرمایه‌داری به هر حال زندگی میکنیم، یعنی بانک ها سخن آخر رو میگویند و غیره و غیره. این از این لحاظ به نظر من بد نیست. از لحاظ دیگه انطباقش بیشتر با دوران جهانی شدن به جنبه خوب جنبته بیشتر بود. ببینید برای نخستین بار در واقع آمریکا کشوری شد که دخالت نظامی دیگه نمیخواد بکنه، چون متوجه شد که این نه فقط قدرت و بنیه نظامیش، بنیه مالیش ضعیف شده، چون به هر حال میباید که پاسخگوی بحران مالی 2008 باشه و کردارهای جورج بوش دوم رو بتونه پاسخ بده. خب این خیلی سخته، اون گذشته اینم بعد بیاد جمعش کنه، چجوری جمع کنه در شرایطی که بحران بسیار قویه، هم بیکاری کم شده، هم اقتصاد بهتر شده، هم بسیار رفرم‌های دیگه که شما بهتر از من می‌دونید. ولی از لحاظ دیگه‌ای در واقع به عبارتی راه رو برای مسالمت بیشتر باز کرده. من بسیار علاقه‌مند بودم که مثلا آقای با اوباما یه کاری می‌کرد خیلی بیشتر به نفع جنبش سبز در اون زمان. خب مسلم خیلی همه ما می‌خواستیم این بشه، اما از نظر آمریکا که نگاه بکنیم خب آیا می‌باید کودتا می‌کرد بعد باز دوباره ما می‌آمدیم می‌گفتیم مصدق از بین روانه مصدقی نبود اون زمان در دوران جنبش سبز. ولی این دخالت نکردن، البته یه نوع دخالت کردن هست، به قول معروف این عمل نکردن یک نوع عمل کردن هست، اما باز هم یک سیاستی رو ایجاد کرد که دخالت مستقیم سیاسی نکنه، نظامی نکنه در سوریه. خب خیلی گرون تموم شد اما نکرد دیگه، و اینکه نکرد من فکر کنم که یک نوع آمریکا رو در واقع نجات داد. یعنی از ابتدا هم اکثریت آمریکایی ها طرفدار دخالت نظامی نبودند و من فکر کنم به عبارت اوباما با وجود که مخالفت زیاد باهاش شد ولی در مورد سوریه خوب بود که دخالت نکرد. به عبارتی در مورد ایران هم خوب بود که این رو از طریق مماشات
متغیر کرد. با اینکه ما مخالف نظام در ایران هستیم و میدونیم که به هر حال این پولهای هنگفتی که به سمت دولت ایران میره همش برای مردم مصرف نخواهد شد، اما وضعیت فعلی رو من به جنگ ترجیح میدم، چرا که عراق رو نمیخوام آینده ایران ما باشه. سپاسگزارم آقای دکتر. بعد این مقاله هم همونطور که شما میفرمایید مثلا این است که این تلاش کرد که دوتا جنگ رو به پایان ببره، ولی دوتا جنگ ارثیه آقای بوش بود، به پایان نرفت، سوریه هم بهش اضافه شد، ولی همین که خودداری کرد از گسترش جنگ خودش گام بسیار بلندی بوده و به ویژه از سوی گرچه مخالفانش از همین نقطه استفاده کردن و میگن که آمریکا رو قدرتمند نشان نداده. مطمئن باشین که اگر مخالفین آمدند، یعنی جمهوری خان احتمالاً قدرت رو بگیرن، آنها هم تن به جنگ به این سادگی نخواهند. سپاسگزارم آقای دکتر، براتون سفر خوشی آرزو میکنم. تشکر. در هفته های آینده به امید دیدارتون، حالا هم اسکایپی هم حضوری در آمریکا، هنگامی که باز میگردیم به این سو. امیدوارم.